همراهان گرامی و همیشگی درود بر شما. محمود احمدی نژاد که امروز برای ثبت نام در انتخابات نمایشی دیگر آماده شد، گفته است که آمدم تا بار دیگر به ملت ایران سلام کنم. او در سخنانی تلویحی با طعنه به علی خامنه‌ای آزادی و دموکراسی در ایران را زیر سوال برده است و گفته است که امروز اینجا جمع شده ایم تا درباره آینده کشورمان صحبت کنیم. او گفته ایران همواره در طول تاریخ مردمی سرفراز و با عزت داشته، مردمی که همیشه برای حقوق خود ایستادند و هرگز زیر بار ظلم و استبداد نرفتند. احمدی نژاد در ادامه سخنانش گفت من به عنوان یک شهروند عادی و یکی از شما حالا تصمیم گرفتم تا کاندیدای انتخابات شوم، اما نه برای آنکه قدرت و مقام به دست بیاورم، بلکه برای آنکه ببینم این نظامی که دم از دموکراسی و آزادی میزند با کاندیداتوری من چه میکند. آیا واقعا این انتخابات آزاد است؟ آیا مردم میتوانند بدون ترس و فشار رأی خود را بدهند؟ و آیا همه صداها شنیده میشود؟ من اینجا هستم تا ببینم آیا این نظام آزادی و عدالت را که ادعا میکند واقعا رعایت می کند یا خیر. احمد نژاد در سخنانی از جنس سخنان پوپولیستی همیشگیش گفته است که هموطنان عزیز، من به شما قول می دهم که تا آخرین لحظه مبارزه خواهم کرد تا حقوق شما پایمال نشود. بیایید بایستیم و برای ایرانی آزاد و دموکراتیک تلاش کنیم. او گفته از همه شما تقاضا دارم که در این مسیر همراه من باشید و با همدیگر نشان دهیم که ما تسلیم نخواهیم شد. زنده باد آزادی، زنده باد ایران. محمود احمدی نژاد در حال این سخنان را بر زبان آورده است که در سال 88 بسیاری بر این عقیده اند که خود او اولین کسی بود که مبنای تخلف و تقلب آشکار در انتخابات را بنا نهاد. بسیاری معتقدند که پیش از احمدی نژاد اگر تقلب و تخلفی هم میشد قابل توجیه بود و به نوعی حکومت قادر بود آن را توجیه کند، اما از سال 88 و تخلف و تقلب گسترده انتخاباتی در زمان احمدی نژاد دیگر تمام حریم ها شکسته شد. در همین راستا صدای خودی های نظام هم در آمده است. غلام حسین کرباسچی، شهردار سابق تهران و از چهره های سیاسی به ظاهر منتقد به حاکمیت، در واکنش به ثبت نام پرشمار چهره های سیاسی برای حضور در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران گفت که اصلی ترین نماد دموکراسی را در یک کشور تبدیل به یک نمایش فکاهی یا استنداپ کمدی کردند تحت عنوان ثبت نام انتخابات. او در شبکه اجتماعی اکس نوشت هنری بالاتر از این هست که ساز و کاری برقرار کنی که اصلی ترین نماد دموکراسی را در یک کشور تبدیل کنی به یک نمایش فکاهی یا استنداپ کمدی تحت عنوان ثبت نام انتخابات و ملت را چند روزی سرگرم کنی و وقت و بودجه کشور را به باد دهی تا زمینه عبور از جمهوریت را در اذهان عمومی فراهم کنی. غلام حسین کرباسچی، سیاستمدار، در فاصله سالهای 68 تا 77 به عنوان شهردار تهران فعالیت می‌کرد. او در سال 77 به اتهام فساد مالی محاکمه و به زندان محکوم شد. کرباسچی بیش از 2 سال را در زندان اوین سپری کرد و در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از نامزدی مهدی کروبی از رهبران جنبش موسوم به سبز حمایت کرد و به عنوان معاون اول او در صورت پیروزی معرفی شده بود. گفتنی است که به اعتقاد بسیاری ترکیبی که در انتخابات ریشه رو برای کاندیداهای ثبت نامی در نظر گرفته شده است، به احتمال زیاد ترکیبی در راستای گذر کامل از دموکراسی خواهد بود. کاندیداهایی که هیچ کدام نزد مردم پرونده روشنی ندارند و حتی نسبت به انتخابات پیشین هم رسواتر هستند. اما با این حال حکومت سعی می کند که با تمام توان شور انتخاباتی ایجاد کند. در همین راستا هواداران احمدی نژاد که برخی از آنها از دفاتر بسیج به اطراف محله نارمک آورده شده بودند در مقابل خانه احمدی نژاد در میدان 72 نارمک تجمع کردند و از وی خواستند تا در انتخابات شرکت کند. وی به آنها گفته بود علی‌رغم اینکه می‌دانم چه مسائلی در راه است و چه حوادث و شرایطی در انتظار است، گفتم باید تبعیت کنم و در وزارت کشور حاضر می‌شوم. احمدی نژاد همچنین گفته بود مشکلات امروز زیاد است، ولی آن چیزی که در صدر مسائل است بحث معیشت است که می‌خواهم آن را برای مردم برطرف کنم. شماری از هواداران احمدی نژاد شب را در پارک های نارمک روی پتو به صبح رساندند تا ثابت کنند
خواهان حضور وی در انتخابات هستند. هواداران وی صبح یک شنبه با پرچم‌های جمهوری اسلامی مقابل وزارت کشور تجمع کردند. وی که ریاست دو دولت نهم و دهم را در یکی از نکبت‌بارترین بازه‌های عمر 45 ساله منحوس جمهوری اسلامی بر عهده داشت، در یک کنفرانس خبری در مورد ثبت نامش گفت: امروز آمدم تا بار دیگر به ملت بزرگ ایران سلام کنم. او گفته: آمدم تا فرمان ملتی نجیب و بیدار را گردن بگذارم و آمدم تا به احترام زنان و دختران سرزمین از جای برخیزم. او گفته: آمدم تا به همه ایرانیان بگویم که ایستادگی برای آزادی، حق انتخاب و اعمال اراده ملی، ایستادن در راستای درست تاریخ، همگی برای ما مهم است و همه مسائل کشور در پرتوی همزیستی و تعامل سازنده حل شدنی است. احمدی نژاد این حرفها را در حالی بیان کرده است که خودش در زمان تصدی دو دوره ریاست جمهوری نه تنها نقش اساسی در سرکوب وحشیانه و نقض حقوق بشر شهروندان و تشدید بحران‌های اقتصادی و بدتر شدن زندگی مردم داشت، بلکه با تکرار شعارهای یهود ستیزانه مبنی بر محو اسرائیل به شدت انواع تحریم‌ها را در ایران اضافه کرد. احمدی نژاد بود که همین مردم را که امروز چاپلوسی آنها را می‌کند به دلیل اعتراضاتشان خس و خاشاک نامید. وی حتی از هجوم افرادی که ظاهراً طرفدارش بودند در نزدیکی ساختمان وزارت کشور به شدت وحشت زده شد. صحنه‌ای که بیشتر یادآور گرفتار شدن مقامات ضد مردمی مشابه در کشورهای دیگر به چنگ مردم است. از سوی دیگر به دلیل همین پیشینه سیاه داخلی و خارجی، ثبت نام احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با واکنش‌های گسترده رسانه‌های بین‌المللی روبرو شده است. وبسایت روزنامه اسرائیل هیوم با اشاره به اعتراضات سال 88 در ایران علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری پرسید: آیا انکار کننده بدنام هولوکاست دوباره رئیس جمهور ایران می شود؟ این روزنامه می نویسد: مواضع پوپولیستی احمدی نژاد اغلب در تضاد با نهاد مذهبی و رهبری جمهوری اسلامی بوده است. البته این ادعا در حالی است که وی نیز در کنار دیگر رؤسای دولت‌های رژیم مجری اوامر رهبر رژیم بوده و به نوبه خود آن را استمرار بخشیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز در گزارش احمدی نژاد را پوپولیست خواند و نوشت: ثبت نام او در این انتخابات علی خامنه ای رهبر 85 ساله جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار می‌دهد، به ویژه آنکه وی در دوره‌های قبل رد صلاحیت شده بود. احمدی نژاد که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، به عنوان یکی از حامیان سرسخت نابودی اسرائیل، از جمله در دوران 8 سال ریاستش بر دولت نهم و دهم مشهور است و غربی‌ها او را با این ویژگی می‌شناسند. این است که ادعای وی مبنی بر همزیستی و تعامل سازنده با جهان بعید است مورد توجه دولت‌های منطقه و غرب قرار بگیرد. در دوران ریاست جمهوری وی بود که نیروهای قدس سپاه پاسداران به فرمان خامنه‌ای بودجه‌های چند میلیارد دلاری گرفتند تا مانع سقوط بشار اسد در سوریه شوند. مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی در اتفاق هلیکوپتر در تاریخ 3 اردیبهشت این فرصت را برای جمهوری اسلامی به وجود آورد تا از قاضی مرگ که به جنایت علیه بشریت متهم بود خلاص شود و برای برگزاری یک انتخابات نمایشی زود هنگام و گزینش یک رئیس دولت دیگر اقدام کند، آن هم در حالی که کارنامه همه مقاماتی که داوطلب این مقام اجرایی می شوند مشابه و پر از فساد و جنایت است. تا کنون افرادی مثل محمد مهدی اسماعیلی، مسعود زریبافان، سعید جلیلی، علی لاریجانی، محمد خوششهره، ناصر همتی، مسعود پزشکیان، وحید حقانیان، محمود صادقی، مصطفی کواکبیان و علی رضا زاکانی ثبت نام کردند تا پس از تایید صلاحیت به عنوان نامزد 14th دوره ریاست جمهوری وارد رقابت‌های نمایشی انتخابات شوند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.